پرزیدنت دونالد ترامپ ضمن استقبال از برنامه‌ای که برای مذاکرات سطح عالی میان دو کره در مورد همکاری بین دو کشور در مسابقات المپیک زمستانی تدارک دیده شده است، میگوید امیدوار است این مذاکرات به زمینه‌هایی فراتر از المپیک بیانجامد. مهدی آرامی گزارش می‌دهد. پرزیدنت ترامپ گفت موضع قاطع او کره شمالی را مجبور به گفتگو با سئول کرده است. He thanked me very much for my tough stance and you know for 25. من با پرزیدنت مون صحبت کردم. او از موضع سختگیرانه من تمجید کرد. 25 سال است چنین موضعی گرفته نشده بود. نگاه کنید به روش بیل کلینتون، به ویدیوی معروفی که در آن میگوید همه گونه امتیازات را میدهد. من سالها قبل در مصاحبه‌ای گفتم و هنوز هم چیزی تغییر نکرده است که باید برخورد شدیدی کرد و برای اقدامات شدید آماده بود، اقداماتی که من برای آنها آمادگی کامل دارم. پرزیدنت ترامپ از گفتگو بین دو کره درباره المپیک زمستانی حمایت کرد. پرزیدنت مون چند روز قبل به من تلفن کرد. بحث خوبی داشتیم. از من تشکر کرد. امیدوارم گفتگو بین دو کره خوب پیش برود. مایلم ببینم که درباره المپیک گفتگو کنند. شاید نقطه حرکتی باشد. من 100% از آن حمایت میکنم. پرزیدنت مون ضمن تشکر از من گفت خیلی ها گفتند و نوشتند اگر موضع سخت و قاطع من نبود امکان گفتگو به وجود نمی آمد و آنها گفتگو نمی کردند. پرزیدنت ترامپ همچنین گفت امیدوار است گفتگوهای جاری به مذاکرات بیشتری بیانجامد. امیدوارم فراتر برود. دوست دارم ببینم فراتر برود. ما رابطه بسیار خوبی با کره جنوبی داریم و در موقع مناسب در مذاکرات شرکت خواهیم کرد. اما وقتی درباره المپیک حرف میزنند باید بین دو کره باشد. رئیس جمهوری آمریکا سپس به این سوال پاسخ داد که آیا آماده است با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مستقیما صحبت کند؟ بله، من به گفتگو اعتقاد دارم. اما موضع ما قاطع است. هیچ مشکلی با گفتگو ندارم. نگفتم پیش شرطی ندارد. آنها الان درباره المپیک حرف میزنند. شروع خوبی است. اگر من دخالت نمی کردم الان درباره المپیک هم حرف نمی زدند و اوضاع بسیار جدی تر می شد. او می داند که من اهل شوخی نیستم، حتی 1%. اما در این حال اگر بتوانیم راه حل صلح‌آمیز و خوبی پیدا کنیم که با رکس تیلرسون و دیگران برای آن کار می‌کنیم، برای بشریت و همه جهان خوب خواهد بود. کره شمالی دو روز پیش گفته بود پیشنهاد کره جنوبی را برای گفتگو در سطح مقامات عالی رتبه درباره مسابقات المپیک زمستانی پذیرفته است. قرار است این گفتگو سه روز دیگر در منطقه غیر نظامی بین دو کره آغاز شود. مهدی آرامی، صدای آمریکا.